سلام به همه شما همراهان عزیز، وقتتون بخیر. با شما هستیم با بازتاب مطرح‌ترین موضوعات در فضای مجازی. در فضای مجازی همچنان بحث قتل همسر دوم نجفی مطرح است و تا جایی که در رسانه‌های بین‌المللی از جمله واشنگتن پست هم اینطور بازتاب داشته. واشنگتن پست گفته که شهردار سابق تهران در حال نوشیدن چای به قتل همسرش اعتراف کرد. اما یکی دیگه از موضوعاتی که هول و هوش این قتل مطرح بود این بود که گفته میشد که میترا استاد با وزارت اطلاعات در ارتباط بوده. به دنبال خبرها و حواشی در رابطه با این موضوع، وزارت اطلاعات اطلاعیه منتشر کرد و این موضوع رو تکذیب کرد که خود تکذیب این خبر هم باز هم بازتابهایی در فضای مجازی داشته و حواشی به دنبال داشته. اما بعد از اینکه در فضای مجازی برخورد پلیس با نجفی خیلی مورد توجه قرار گرفت و خیلی ها به اون اعتراض کردن و یا اون رو به سوژه طنز تبدیل کردن، رئیس پلیس تهران مجبور شد که راجع به این موضوع موضع‌گیری بکنه. کاربری با انتشار فیلمی از رئیس پلیس تهران که مدعی میشه که با بقیه هم همچین برخوردهایی میشه، نوشته که خوبه یادی کنیم از ستاره بهشتی، دستگیر شده های قیام 96 که خودکشی شدن و دستگیر شده هایی که بهانه های اتهاماتی مثل روزخاری دستگیر میشن و کولبرهایی که روزانه مستقیم بهشون شلیک میشه. هیچ کدوم از اینها هم اتهام قتل رو نداشتن. اما خبر دیگه ای که در فضای مجازی مطرح بود، بحث درگیری هایی بود که بعد از بازی فوتبال بین سپاهان و پرسپولیس در اصفهان رخ داد، تا جایی که حتی ماموران سرکوبگر رژیم هم در صف فروش بلیط گاز اشکاور و اسپری فلفل زدند. گفته میشه که بعد از این درگیری ها که همچنان در پارکینگ ورزشگاه ادامه داشته، جوان ها موتورهای نیروی انتظامی رو به آتیش میکشن. وضعیت طوری بوده که حتی رسانه‌های خود رژیم همین رو بازتاب دادن. از جمله فیلمی هست از شبکه ورزشی 3 که گزارشی از این درگیری ها منتشر کرد. ورزشگاه نقش جهان هستیم، میبینید که شرایط هنوز به حالت عادی برنگشته. هواداری سپاهان محوطه پارکینگ رو تقریبا به هم ریختن. اینجا هم یه مرحوم استفاده میکنم موتور باشه آتیش دادن یا چیزی شبیه این. نیروی انتظامی کم کم پایشی درسونده به جلوتر، ولی همچنان برای اینکه آرامش به پارکینگ های نقش جهان برگرده، مثل اینکه زمان نیاز هست. که هنوز شرایط درست نیست، به سنگ میدازن هوادارهای سپاهان. اما من معلوم نیست هوادارهای سپاهان خودشون هم یه ازده شده سن که فرار میکنن، این ازده که سنگ میدازن معلوم نیست دنبال چی هستن. در ادامه نگاهی داریم به وضعیت اجتماعی در ایران آخوندزده و تصاویری در همین رابطه. عکسی هست از خرمدشت کرج، یک خانواده که یک هفته است به دلیل نداشتن هزینه اجاره وسایلشون رو بیرون ریختن و حالا در بیابون زندگی میکنن. یک خبر دردناک دیگه که در فضای مجازی مطرح شد، بحث کشته شدن 3 دختر دانش آموز در چابهار بود. تحت عنوان جرمشان آب خواستن بود این خبر منتشر شده و نوشته که 3 دختر مریم خدمتی، منیره خدمتی و یسرا دلشب از دانش آموزان دشتیاری هنگامی که از هوتک قصد برداشتن آب رو داشتن در اون غرق میشن، که هوتک محلی هست که آب باران جمع میشه و هم مردم و هم دامهای اونها از این آب استفاده میکنن، که به دلیل نداشتن آب لوله‌کشی و بهداشتی وقتی که به این آب مراجعه میکنن توی این آب میفتن و غرق میشن. تصاویر دیگه هست از صفهای طولانی در شهرهای مختلف که صف شکر الان به بسیاری از شهرهای ایران رسیده و گسترش پیدا کرده. تصویری هست از ارومیه، روستای ریحان آباد، و صف مردم برای دریافت سهمیه شکر 3 کیلویی از طرف شکر دولتی در واقع. و تصویر دیگه هم هست باز از آستانه اشرفیه و صف طولانی شکر
که کاربری که این عکس رو منتشر کرده تیتر زده کام تلخ مردم در صف شکر. فیلم دیگه هست باز هم از زباله گردی و به دنبال روزی در زباله ها گشتن که مربوط به گلستان و شهرستان علی‌آباد کتول هست و کاربری که منتشر کرده نوشته این هم دستاوردهای 40 ساله خمینی که میگفت مردم رو به مقام انسانیت میرسونه. امشب 8 خرداد 1398 اینجا استان گلستان شهرستان علی آباد کتول، اینجا هم خیابون چهارراه ابراهیم. این خانم حدود 1 ساعته که بند خدا زباله ها رو ریخته و داخل زباله ها داره دنبال غذا و روزیش میگرد. دردناکی این وضعیت اینه که در مورد کشوری صحبت میکنیم که به لحاظ منابع طبیعی ششمین کشور ثروتمند دنیاست و دارایی های بسیاری داره و ثروت زیادی، اما دقیقا به دلیل غارت و تبابل حاکمان اون مردم از اولیه ترین نیازهای خودشون محروم هستن. فیلم دیگه ای هست از اهواز و فوران نفت در خیابون های شهر. فوران نفط في منطقة زوية مباشر، تشوفون النفط شلون يكون من تحت الأرض في الزوية مغابيل كورش، النفط قاعد يفور من بين الشوارع ومن تحت السطح. تصور کنید که در یک حکومت مردمی چطور میشد از این منابع برای مردم و به سود مردم استفاده بشه، نه در جیب دزدان و قاتلان همین مردم. در ادامه هم نگاهی داریم به باز هم فشارهای بیشتر بین‌المللی روی رژیم برای جلوگیری از تروریسم و بنیادگرایی حکومتی و صدور اون به مناطق دیگه دنیا. خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد که معاون خزانه‌داری آمریکا نسبت به طرح اینستکس هشدار داده که میتونه شامل تحریم ها بشه و به رئیس اینستکس هشدار داده که اگر تمام شرکت ها و بانک ها و مراحلی که برای اجرای کردن این موضوع در نظر گرفتن به مرحله اجرا برسه، آمریکا توان تحریم کردن اونها رو داره و این کار رو خواهد کرد. همچنین خبر دیگه از در رابطه با توییت رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا که اعلام کرده که جنرال مکنزی و من به بحث در مورد اون چه که نیاز داریم تا سطح مناسب رو از حفاظت نیرو برای افراد در منطقه تضمین کنه ادامه میدیم و گفته که این به معنی تحریک نیست، اما برای حفاظت افراد ما در منطقه طراحی شده. و یکی دیگه از خبرهایی که در فضای مجازی مورد توجه بود رسوایی جدید تروریسم سایبری رژیم آخوندی هست که فیسبوک کمپانی امنیتی اینترنتی فایر آی اعلام کرده که در فیسبوک و توییتر باز هم حساب‌ها و گروه‌های بیشتری از رژیم رو که مشغول انتشار اخبار جعلی و وابسته به رژیم در شبکه‌های اجتماعی بودن رو شناسایی کرده و اونها رو بسته. امیدوارم گزارش امروزمون هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. با ادامه قیام ایران در خدمت شما هستیم.